بینندگان عزیز، با سلام به شما، امیدوارم اوقات خوبی رو پشت سر گذاشته باشید، اوقاتی بهتر در انتظارتون باشه. مطمئنم که اوقاتی بهتر خواهد بود، چون آقای مینویی این هفته با ما هستند، دوشنبه، و از هفته آینده 15 دقیقه هم زودتر شروع میکنیم، به جای 5 بعد از ظهر به وقت نیویورک یا 4 بعد از ظهر به وقت تگزاس، میایم 4:45 به وقت نیویورک. آقا من سلام میکنم خدمتتون، خوش آمد میگم که هر جا بودید به خوبی و خوشی برگشتید. این شما و این هم بینندگان و شنوندگان تلویزیون مردم، بفرمایید که امروز در چه مواردی میخواین صحبت کنید. ما سراپا گوش هستیم، بفرمایید آقای مینوی. با درود به جناب سروی عزیز و همه بینندگان و شنوندگان تلویزیون مردم در سراسر جهان. ولی من توی یه مجله هست به نام فردوسی، امروز آقای عباس پهلوان سردبیرش هستن، خانم ارسال بهروان دخترشون در واقع انتشار میدن، مدیرش هستن. من هر هفته اون توی یه مقاله دارم، یه آدم گاهی وقتا همیشه مقاله میمیسه، یه وقت یه مقالهش خیلی خوشش میاد، یعنی خودش فکر میکنه خیلی بهتر از قبلیاش نوشته یا کمتر بد نوشته. و من البته در خدمت جناب سروی و در خدمت همه بینندگان و شنوندگان هستم، هر موقع هر امری داشته بودن در خدمتشون هستم. خوشحال میشم که بگن و صحبت کنن و به صورت بحث و گفتگو باشه، به صورت یک سخنرانی نباشه. ولی تا کسی بیا، تا کسی که به حرف بزنه، من اینو میگم، این که چرا ما جهان سومی هستیم. ببینید، اصلا سوال اینه که ما چرا باید جهان سومی باشیم. حالا من پرداختم برای اینکه چرا ما جهان سومی هستیم. از اینجا شروع کردم که من یه زمانی در یک شهری رئیس دبیرستان بودم. بعد ماه رمضون که شد، حالا اسم شهرش نمیگم چون نمیخوام کسی مشخص بشه، ماه رمضون که شد، ما توی اتاق دفتر یه دونه فرو رفتگی بود، فارسی بهش بودم بستو، یه جایی بود مثل مثلا جایی که کمد توش بذاری، که الان مثل یه یخچال بذاری توش، یه جایی بود، یه کمی بزرگم بود، تلوش یه پرده گذاشتیم، یه میز گذاشتیم، سماور و بساط چای اونجا گذاشتیم. گفتم که احترام روزداران رو حفظ کنیم، مثلا شاگردا یا اولیا و بچه ها که میان و میرن اگه روزه هستن ناراحت نشن که ما جلوشون چای میخوریم. یه دبیر داشتیم، آخوند بود، دبیر شرعیات و عربی و اینجور چیزا بود. اومد گفت نه آقا، ما رمضون که نمیشه چای درست کرد که. گفتیم آقا تو روزه ای، تو نخور. گفت نه، اصلا بعد ماه رمضان آدم روزه نیست، نباید چای بخوره فلان اینا. بحث زیاد، یه جدل فراوان. بالاخره من گفتم ما میخوایم چای بذاریم، تو هر کار میخوای بکنی بکن. چای رو روشن کردیم روز اول ماه رمضان، زنگ تفریح اول، بچه‌ها رفتن هر کدوم برای خودشون یه چای بردن، دیدیم آخونده اومد تو چولیکه به یه چای برای خودش ریختن. گفتم عرض حسابی، تو گفتی نذاریم چای، نذاریم فلان، نذاریم. گفت من کوششم بود که شما نذارید، ولی حالی که گذاشتید، خب منم که روزه نیستم، خب منم میام چای میخورم دیگه. همون آخوند تعریف میکرد، خودش که آخوند بود، ولی خیلی از آخوندها چیزای خنده داری میگفت. گفت که آخوندی سر به من گفته که اگر توی خونتون، از اون زمان قدیمی، تو خونتون گردو دارید، بادوم دارید، نمیدونم قرمه درست کردید، گوشتایی که توی روغن درست میکردن یه سال نگه میداشتن، یا چیزای مختلف نگه داشتید، اینا همه روز قیامت همه مار و عقرب میشن، میان شما رو نیش میزنن، بهتره که همه اینا رو بین مردم قسمت کنید. بعد این مقداری مرمون رفت و اومد خونه. خانمش گفتش که حاج آقا، من امروز پای منبر شما بودم، حرفاتون گوش دادم، اومدم هرچی تو خونه از اون چیزایی که شما گفته بودید همه رو بین مردم قسمت کردم. آخونده گفت زنی که خرمه، اینا رو برای مردم میگم، برای تو خودم که نمیگم، که برای تو نمیگم، که یه فقط مفصل زنه رو کتک. بعد همون آخونده باز تعریف میکرد، میگفتش که یک آخوندی گفته که اینایی که شراب میخورن و مشروب میخورن، اینا مشروب خوردن چون یه طرف صبح که از اون کوزه آب خنک یه لیوان میدونن میخورن، اون خیلی بهشون میچسبه و لذت میده. یعنی اونچنان تعریف میکرد که همه به راحتی پی میکردن که این پی میبردن که اون خودش تجربه کرده. بعد گفتم که من بچه که بودم انقدر کوچیک بودم که یادمه که مادرم منو برده بود مسجد، منطور روزا
زانو خودش میشوند. یعنی من اینقدر هنوز بنده کافی بزرگ نبودم که پلو خودش بشینه زمین، بشونه زمین. مثلا شاید یه سال و نیم دو سالم بود. البته البته میگن آدم دو ساله چیزی یادش نمونه، ولی خب بعضی چیزها خیلی مهم و آدم یادش نمونه دیگه. ما تو مسجد نشسته بودیم، شب بود، آخونده یه چیزهایی میگفت. قسمت ما قسمت زنونه مسجد بودیم، بغل مادرم بودم. آخونده یه چیزهایی میگفت، اینا مادرها همه این زنها گریه میکردن، منم ناله میکردم دیگه، هی گریه میکردم. نمیفهمیدم آخونده چی میگه، نمیفهمیدم چرا مادرم گریه میکنه، ولی همینطوری گریه میکردم. تا یه دفعه برق رفت، برق که رفت من وحشت زدم، نمیدونم چرا فکرم دنیا اصلا به آخر رسیده. بچه کوچیک، مادرم هم گریه شدید شد، اون خانوم های دیگه هم شروع کردن شدید گریه کردن. من دیگه گریه نمیکردم، بلکه فریاد میکشیدم، زجه میزدم، عربده میکشم با گریه. یک چند لحظه اصلا گلوم داشت میگرفت، بس که من داد میزدم بی اختیار، یعنی دست خودم نبود، یعنی نمیخواستم کسی رو بترسونم یا کسی رو مثلا متوجه خودم کنم. همینطور خود به خود فریاد میکشیدم و داد میزدم و گریه میکردم. بعد برقا اومد، بعد معلوم شد که شام قریبون گرفتن. یعنی مثلا ظهر عاشورا، که بعد از ظهر عاشورا که همه مردای خانواده آقای حسین همه کشته شدن، اون زنها و بچه‌ها کوچیک بودن، اینا شام قریبون گرفتن. یعنی شبیه هست که دیگه غریبن، یعنی مرداشون همه کشته شدن. بعد یه شعری هست میگن به شوشتر گناه کرد آهنگری، برحال در یه جای دیگه زنن گردن مسکری. یک آهنگری در یه شهری در یه جای دیگه گناه کرد، در یه جای دیگه گردن یه مسکری رو زنن. آخه به من بچه دو ساله چه مربوطه که حسین رفته با پسرموش بر سر خلافت دعوا کرده و کشته شده؟ خب واقعا به من چه مربوطه؟ اصلا اون جنگ کجاش به من مربوط بوده؟ یه آقای با 70 نفر که اونم، با 72 نفر که اونم نصفش بچه های مثلا 12-16-18 ساله بودن، 14 ساله بودن، رفته به جنگ خلیفه. خب این آقا یکم این سیماش قاطی بوده دیگه. خب با 70 نفر که نمیره آدم به جنگ خلیفه. خلیفه میخواست سپاه بفرسته، میتونست 100,000 نفر سپاه بفرسته، ولی لازم نبود 5-6,000 نفر سپاه برسار. به قول یکی میگفتش که اون عده که تو آشپزخونه خلیفه ارتش یزید کار میکردن، عده شون بیشتر از تعداد جنگنده های امام حسین بود. آخه امام حسین، حالا اینا که میگم از اون نوشته دیگه، اومدم بیرون اضافه میگم. ببینید، وقتی که آقای عثمان کشته شد، مردم اومدن آقای علی رو به خلافت انتخاب کردن. انتخابی بود، از جانب خدا نبود که، مردم انتخاب کردن. علتی که علی رو انتخاب کردن، چون علی سیاستمدار خوبی نبود، جنگنده خوب بود ولی سیاستمدار خوبی نبود. ولی علتی که علی رو انتخاب کردن این بود که وقتی عثمان کشته شد، یک بلوای به راه افتاد، یک حالت غارتی پیش اومد و یه سری اومدن یه بخشی از بیت المال رو غارت کردن. بیت المال اونطوری که میگن مثلا چند تا قلعه تو در تو بوده که اون توی تو بیت المال اصلی گرونها رو نگه میداشتن، تو قلعه های ردیف دوم سوم چیزهای کم ارزشتر رو نگه میداشتن و یه سر از اینا غارت کردن. بعد اصلا یه جوری شد که اصلا اسلام و نماز و نمیدونم اینا همه قواعد اسلام و اینا همه داشت به هم میخورد، اصلا داشت مردم برمیگشتن اصلا از اسلام بیان بیرون. جمع شدن سران به اصطلاح مهاجرین، یعنی اونایی که هم مکه اومده بودن، سران انصار اونایی که هم مدینه بودن و یار پیغمبر شده بودن، بهشون گفتن انصار یعنی یاران. اینا جمع شدن یه جلسه فوق‌العاده گذاشتن، گفتن الان هیچ کس غیر از علی نمیتونه این جلوی اینو بگیره، چون علی جنگنده بسیار قهاری بود. و علی اومد و جنگید و اینا رو همه رو سر جا خودشون نشوند و یه سخنرانی کرد، نماز جمعه خود بخون، گو اینایی که غارت کردید اگه به کابین زنانتون کرده باشید من میام در میارم. یعنی اگر یه مثلا گردنبندی رو دزدیدید
بعد بردید مثلا مهریه زنتون کلید دادید به زنتون، من میام گردن زنتون میکشم بیرون و اینا رو همه باید بیاید برید وگرنه پدرتون در میارن. و یک شدید و قلید اینطوری کرد. یک کتابی هست به نام نهج البلاغه که این کتاب آقای علی نوشته. این کتاب من در ایران به فارسی خوندم، در اینجا نخوندم حقیقتش. در فارسیش یه بخشی داره، بخش نامه ها. بخش نامه ها نامه هاییست که آقای علی به دیگران نوشته و اون نامه ها رو اونجا ثبت کرده. اون نامه ها نامه هاییست که مهم بوده. وقتی که آقای علی خلیفه میشه، آقای معاویه که حاکم شام بوده، یعنی شام این جایی بوده که الان مثلا سوریه و عراق و شاید بخشی از لبنان اینا بود، این منطقه رو بودن شامات، آخر اونجا بوده، قبول نمیکنه بیعت با علی رو. علی یه نامه بهش می‌نویسه، اون نامه رو تو اون کتاب کرد، میگه که آقای معاویه همونطوری که بعد از فوت آقای محمد مهاجران انصار جمع شدن و اول ابوبکر انتخاب کردن، بعد عمر انتخاب کردن، بعد عثمان انتخاب کردن و همه مردم با منتخب اونا بیعت کردن، حالا هم من انتخاب کردم. یعنی نمیگه منو خدا انتخاب کرده یا مثلا فلان، واقعا هم از جانب خدا نبوده. اگه ما مسلمان باورمندی باشیم، یه نفر در اسلام از جانب خدا بوده، اونم محمد بوده دیگه، بی بقیه از جانب خدا نبوده. آقای معاویه قبول نمیکنه دیگه. آقای علی میگه این چون که مردم من انتخاب کردن، تو باید قبول کنی، همونطور که مردم اون ستای قبلی رو انتخاب کردن، همه قبول کردن، حالا من انتخاب کردن، تو باید قبول کنی. معاویه قبول نمیکنه، جنگ میکنن، دو ستا جنگ میکنن. در یه جنگی اوشون معاویه شکست میخوره، معاویه میخواد فرار کنه. وقتی فرار میخواد بکنه، امرواز دستیارش، مشاورش، وزیرش بوده، امرواز میگه نه فرار نکنم، الان درست میکنم. ورقای قرآن میگیره میذاره سر زینه نیزه، هر نیزه یه ورق قرآن روش بوده، این نیزه ها رو میارن اوشون معاویه جلو. قوای علی میگن آقا اینا قرآن سر نیزه است. علی میگه آقا اینا هیلت بزنید. به هر حال چیز میشه دیگه، جنگ شل میشه، جنگ جدی نمیشه. قرار میزنن از طریق حکمیت تعیین کنن که خلیفه باشه. دو تا خلیفه بود، یکی علی بود، یکی معاویه. قرار میزنن از طریق حکمیت خلیفه رو انتخاب کنن. از جانب علی یه آقایی به نام ابو موسی اشعری که سردار بزرگی بوده انتخاب میشه و از طرف معاویه امرواس انتخاب میشه. امرواس در حیله‌گری سرآمد بوده. امرواس که میقرار میشه اینا برن توی اتاق بشینن و مشورت کنن و از طرف حکمیت یکی پیدا کنن. امرواس هی به این ابو موسی اشعری تعظیم کنه، میگه قربان شما اصلا خیلی آدم مهمی هستی، من افتخار میکنم که پهلو شما نشستم، اصلا من جرأت نمیکنم پهلو شما بشینم، باید وایسم. هی احترام، هی احترام، تو بزرگی، تو فلانی، تو در فلان جنگ چقدر کار مهم بود، هیچ کی نمیتونست این کارو بکنه فلان. بالاخره گفت آقای ابو موسی اشعری اصلا شما باید خلیفه باشی، نه علی به درد میخوره نه معاویه، چه شما نباشید، شما که همه بهتری. اینقدر خون تو کله این نماینده علی که نماینده علی باور کرد دیگه، حالا چجوری من خلیفه بشم؟ گفت خیلی ساده، شما برید انگشتتون از دستتون در بیارید، بگید من همینطوری که این انگشتمو در آوردم علی رو خلع کردم، منم پشتر انگشتمو دستم میکنم، انگشترم دستم میکنم، میگم من همینطوری که انگشترم دستم کردم جناب حضرت ابو موسی اشعری رو خلیفه کردم. قول و قسم و قرار و فلان اینا که حتما همینطوری. آقای ابو موسی اشعری انگشترشو در میاره، میگه من علی رو خلع کردم، اون یکی انگشترشو دستش میکنه، میگه من معاویه رو انتخاب کردم. آقای علی میگه که خب دیگه حکمیت کردیم که حاکم ما گول اونو خورد و معاویه شدیم، بریم. دوباره قشونش میگه نه باید بجنگی، دوباره میجنگم. یعنی یک برنامه آش چلو قلم کاری میشه خلاصه. یه سری میان بیرون میگن ما خوارجی، بهشون یعنی خودشون نمیگه ما خوارجی، مردم به اونا میگن خوارج. یه سری میان بیرون از قوای معاویه و از قوای علی میان بیرون، میگن آقا این دوتا دیوونه شده، این دوتا برادر کشی میکنن، مسلمون مسلمون داره میکشه به خاطر علی و معاویه، هر دوش تایشون رو باید بکشیم. خوارج قرار میزنن این هر دو رو بکشن. ما تا
معاویه زرنگ بوده، همیشه نگهبان داشته برای خودش، گارد داشته، محافظ داشته. علی هم تو صادقی تو مسجد نماز بخونه، اون ابن ملجم میاد با شمشیر سمی میزن به فرق سرش. وقتی میزنه به فرق سرش، آقای علی نمیمیره، زنده میمونه. اینقدر بدنش محکم بوده که اون شمشیر با اون محکمی فرق سرش نمیشکافه، به مغزش لطمه نمیخوره. منتها شمشیر سمی بوده، یعنی آب سمی بهش، آب زهر بهش داده بودن. بعد در نتیجه علی دچار سم اون شمشیر میشه و به پسرش، پسر بزرگش حسن، میگه آقای حسن شما با من زندم که این ابن ملجم کاری نداشته باشید. اگه من مردم یه ضربت شما به سرش بزنید، چون اون به سر من یه ضربت زد. اگه با اون یه ضربت مرد که مرد، اگه نمرد ولش کنید ده. البته آقای حسن یه ضربت میزنه اون یارو میمیره. خب حالا معاویه مونده که یه خلیفه، خلیفه اینوری که علی بوده کشته شد. آقای معاویه میفرسته پلوی آقای حسن، میگه آقای حسن شما هر ارث و میراثی از پدرتون میبرید، یعنی بابت خلافت و مقام و اینا، اینا رو به من بفروشید. میگه چقدر؟ چونه میزنم. بالاخره یه پیش پرداختی میده و بعدم میگه هر سال خراج فلان شهر فلان شهر فلان شهر هم میگم بیارم در خونه شما بدم. اینم قبول میکنم. حتی به آقای حسن میگن آقای حسن ما بر علیه پدرتون توی منبرم حرف میزنیم. حسن میگه اب نداره، پولنه میگیره و زن دنبال زن، دختر خوشگل از اینجا از اونجا، شراب و زندگی دیگه. بعد میمیره. بعد که میمیره حسن میگه آقا من خلیفه. آقا تو چه خلیفه ای هستی؟ مردم انتخابت کردن؟ نه، پدرم خلیفه بوده. آقا پدرش خلیفه بود، رسید به حسن، حسن فروخت همشو. حسین گفت نه من خلیفه‌ام، الا بالله خلیفه، خلیفه. حالا یه سری هم بهش قول علکی دادن که آقا ما میایم تو را کمکت میکنیم، نیومدن. آخه آدم با قول این و اون و اون که نمیره به جونش به خطر بندازه. که بعد اومد به جنگ آقای یزید، شب قبلش یعنی شب قبل از عاشورا به سپاهش گفت آقا این در فردا که جنگ میشه، ما در این جنگ شانس پیروزی نداریم، میمیریم. هر کی میخواد بره، همین که شب شد پاشو بره، چشمش تو چشم من نیفته، خجالت نکشه و بره. خب یه سری رفتن، یه سری موندن، به هر حال کشته شد دیگه. حالا همه این حرفا به من بچه‌ای که توی اون کنار بغل مادر رو مال زانو مادر میشه چه مربوطه که این اینجوری زجه و گریه من در بیاره؟ ببینید یه بچه آلمانی، یه بچه فرانسوی وقتی دو سالشه، سه سالشه، چهار سالشه، لباس شیک میپوشه، با پدر مادرش میره کلیسا، در اینجا موزیک میزنن، اونه که اون رونن یه ذره خودشون رو قر میدن، یه تکون تکونی میدن و بعد میان یک نون خشکی مثل چیپس میارن میذارن تو دهن مثلا همه، بعد که تمام میشه مثلا همه با جلویی با همه اطراف دست میدن، با جلویی دست میدن، با پشتری دست میدن، با دست راستی، با دست چپی دست میدن، بهشون میگن سلامت باشید، صلح بر شما باشه. شادی و پیروزی دیگه، کاسه یا میچرخونه، هر کی پولی اون تو میندازه، این هم سهم اون کلیساست. خب من بچه ای که در یک دامن یک پدر مادر شیعه به دنیا اومدم، از بچگی باید عذاب و سینه زنی و غم زنی و شمشیر زنی میشنم، شمشیر زنی کردم، غم زنی و نمیدونم عزاداری و گریه و نمیدونم گل به سر مالیدن و کاه به سر ریختن و نه از این حرفا، با زاری و شیون اینا بزرگ بشن. خب طبیعی است اونی که شاد بزرگ میشه، اون میشه کشور پیشرفته دنیا، من میشم جهان سومی دیگه. جهان سومی که شاخ و دم نداره که، یکیش همینه، یکیش همه اسلامی بودنه. نقل است از آقای داریوش همایون که وزیر بوده اینا، گفته بود که ما ایرانی ها به سه دلیل عقب مونده ایم، یکی جهان سومی هستیم، یکی خاورمیانه هستیم، یکی جهان اسلام هستیم. هر یکی از اینا برای عقب موندگی کافی. حالا ما هر ستا رو داریم، ما
باید برای این فکر کنیم، باید فکر کنیم که آقا این حرفا رو بزنیم کنار. آقای محمد توی قرآن 8 دفعه گفته که این کتاب برای عرب هاست. اگه من پیدا کنم الان بهتون میگم، از جمله سوره ابراهیم آیه 3 میگه که این قرآن به خدا، یا آقای یعنی آقای محمد از قول خدا میگه که خدا هیچ پیغمبری رو نمیاره مگر از همون قوم و به زبان همون قوم. خدا هر پیغمبری رو بر مردم میاره از خود اون قوم و به زبان همون قوم میاره. این ابراهیم سوره 3 میگه. ببینید من اینا رو چند تا یاد داشت کردم. سوره دخان آیه 8 میگه که قرآن را به زبان تو، زبان عربی آسان کردیم تا متوجه شوند و تذکر پیدا کنند. یعنی میگه برای عرفات ما باید به زبان تو عربی رو آسان کردیم که عربا بفهمند. سوره قمر آیه 97 میگه قرآن را به زبان تو عربی آسان کردیم برای اینکه به افراد با تقوا مژده بدهی و دشمنان سرسخت و لجباز از آن بترسانی. سوره ابراهیم آیه 3 که گفتم هیچ پیغمبری نفرستادیم مگر به زبان قومش برای اینکه پیام خدا را برای آنها بیان کنند. سوره شعرا آیه 68 و 69 میگه اگر آن را، ببینید 68-69 این از همه مهمتره، شعرا 68-69 میگه اگر آن را، خدا به مردم میگه اگر آن را بر بعضی افراد غیر عرب نازل میکردیم و پیغمبر آن را برای آنها میخواند به آن ایمان نمی آوردن. میدونی یعنی نمی فهمیدن دیگه، چون نمی فهمیدن ایمان نمی آوردن. سوره شورا آیه 42 این از همه مهمتر، من اونو گفتم مهمتر، این مهمتر. قرآن عربی را اینطور به تو وحی کردیم تا اهالی مکه و اطراف آن را از عواقب کارشان و از عذاب روزی که هیچ شکی در آن نیست که مردم جمع می شوند بترسان. ببین از این واضح تر می شه. میگه من قرآن رو برای اهالی مکه و اطراف آن، ببینید یه بار دیگه اینو میخونم، شورا سوره شورا آیه 42 میگه قرآن عربی را اینطور به تو وحی کردیم تا اهالی مکه و اطراف آن. بابا من که اهالی مکه و اطراف آن نیستم که. اهالی مکه و اطراف آن را از عواقب کارشان و از عذاب، از عذاب روزی که هیچ شکی در آن نیست که مردم جمع می شوند بترسانی. بالاخره سوره مریم آیه 97 میگه ما قرآن را به زبان تو آسان کردیم تا به وسیله آن افراد پرهیزکار مژده بدهی و دشمنان سرسخت را بترسانی. خب کجاش گفته برای مردم ایران اینا آورده؟ یکی وقتی خدا خودش میگه این قرآن برای مردم مکه و اطرافشه، خب ما خدا عقلمون بیشتره، ما از محمد عقلمون بیشتره. آقای محمد از قول خدا میگه این برای محالی مکه و اطرافانه. خب ما اصلا، ببینید من از شما یه سوال میکنم، به قول معروف کلاهتون رو قاضی کنید. آخه من که اسمم پرویز مینویه، یه ایرانی هستم، زبانم فارسیه، خدا یه دونه جبرئیل رو میفرسته برای آقای محمد یه چیزایی بگه، آقای محمد تو قرآن بنویسه اونا رو، اینا رو بیاره اینجا خونده برای من بگه. آخه خدا مگه دست و پاچه و لفتیه؟ مگه خدا هندیکپه؟ مگه خدا خودش به من بخواد یه چیزی بگه نمیتونه مستقیم بگه؟ خدا بسیاری چیزا رو به انسان‌ها گفته، بسیاری چیزا رو به حیوانات گفته. شما فکر کنید خروسا
کمه قبل از طلوع آفتاب میگن قول و قوقو. یه پیغمبر خروس اومده گفته قوقو صبح قوقو قوقو بقول بود، نبوده که. اینجا کار گذاشته شده، این تو توی مخ کار گذاشته شده اتوماتیک قبل از آمدن خورشید قول و قوقو قوقو. زنبورای عسل که همه دنیا زنبورای عسل میرن همه جا یه لانه های شیشگوش از موم درست میکنن توش پر عسل میکنن، اینو کسی بهشون دست میداده؟ نه، اینو اون آفریدگار، اون نیروی سازنده، اون طبیعت، هر چی از میشه دارید اون توی مغزشون گذاشته، برای انسان ها گذاشته. یه بچه که به دنیا میاد هنوز چشاش بسته دهنشو با میکنه دنبال شیر میگرده، اینجاش گذاشتن که تو به دنیا اومدی دنبال شیر بگرد، شیر دم دستته. خیلی کارهای دیگه در انسان هست که گذاشته شده. انسان یه نیروی ترحم داره، یه نفر که ظلم میشه، یه نفر داره عبد میره بهش میخواد کمک کنه به طور طبیعی. انسان یه نیروی غریزی میل به ازدواج داره که برای که نسل باقی بمونه. خب اینو اینجا گذاشته شده دیگه، همه اینا اوتوماتیک هست در انسان هست، در همه حیوانات هست، در یک دونه گله بوفالو داره میره، یکیش یه بچه میذاره، این بچه تا پا میفته دنبال مادر میدوه، دنبال مادر میدوه، دنبال شیر میگرده. خب چرا این دنبال بقیه نمیگرده؟ بهش گفتن این مادرته. به هر حال ما گفتم آقای داریوش ما میگه که جان سومی بودن نه یک نژاد، نه یک زبان، نه یک فرهنگ، نه یک دینه، ولی عقب موندگیه. این عقب موندگی کشورهای جنوب شرق آسیا، جنوب شرق آسیا همینطوری بیایید به طرف غرب، برسید به خاورمیانه، برید اون طرف‌تر، برید تمام افریقا، برید اون وسط تمام آسیای جنوبی، کشورهای جهان سومی. کشورهای جهان سومی خودشون رو قربانی میدونن، میگن یکی به ما ظلم کرده، یکی ما رو تحت ستم قرار داده، یکی ما رو ضعیف نگه داشته. با اون یکی که انگوش به طرف این اون هیچ کس نمیگه من خودم رو ضعیف نگه داشتم. یک مصاحبه بود یه آقای میپرسیدن که شما آرزو دارید که ایران بعد از برکنار رژیم اسلامی که گونه باشه؟ پاسخهای مختلف داده شد. پاسخ ما باید این باشه که ایران بعد از حکومت اسلامی، بعد از رژیم اسلامی باید سعی کنه برگرده به ایران زمان کوروش، برگرده به اون که ابرقدرتی باشه که نیمه از دنیا رو در کنترل داره. ما باید ابرقدرتی باشیم که با همه همسایگان و همه کشورهای دنیا روابط دوستانه و احترام متقابل داشته باشیم، به هیچ کس تجاوز نکنیم، اجازه ندیم هیچ کس به ما تجاوز کنیم. باید به اون مرحله باشیم. ببینید یه زمانی آتن دشمن ایران بود، حتما جریان ماراتون رو میدونه دیگه. ماراتون یه دویست که همه ساله در کشورهای جهان میذارم که مسافت طولانی رو با قدم های آهسته دوی آهسته میدونم، به قول معروف میگن دوی استقامت. خب این اساسش از کجا شروع شده؟ از اینجایی که آتن همیشه با اینا میجنگیده، همیشه چیکار میخوده، یه دفعه ویروس شده. اون یه دفعه که ویروس شده یک شخصی دویده از اون محل جنگ تا پایتخت اونجا که آتن بوده برسه و اونجا و خبر پیروزی رو بده. و این مسافت طولانی رو آنقدر با سرعت دویده که وقتی رسید اونجا گفته ما پیروز شدیم، افتاده مرده. یعنی مثل آرش کمانگیر ما که تیری که میزنه اونقدر نیرو میذاره این که با پرتاب تیر جانش هم از دستش از تنش میره، اونم با نیروی دوی خودش جانش رو از دست میده. خبر پیروزی آتن به ایران رو میده. حالا بیاد اون روز همه دنیا دور ماراتون میذاره، ما ایرانی ها میریم تو اون دوم شرکت میکنیم، دوی که یاداوری شکست ما. اروپایی ها آتن رو اروپا میدونن،
یعنی میگن ما در اون جنگ، ما یعنی اروپایی ها بر حکومت پرژیا پیروز شدیم و این رو نشانه اون روز نشانه اون میگن. حالا ما میریم شرکت میکنیم، البته خب کار ورزشی ما با اون مفهومش فکر نکنیم، یک کار ورزشی دیگه. من یه دفعه یه جو بود که یه زمانی در امریکا، یه زمانی در امریکا سرخپوست کشی بود دیگه، سرخپوست ها رو میکشتن. بعد یه زمانی دیگه سرخپوست ها دیگه زیاد کشته شدن و بقیه رو گفتن دیگه نکشیم و فلان، سرخپوست کشی تموم شد. اما بچه ها که بازی میکردن سرخپوست کشی بازیشون بود، یه چوبی دست میگرفتن و گفتن آو یک سرخپوست داری دنگ میرفتن پشت رخ قایم شدن، دوباره یکی دیگه میرفت دنگ میزدن. بعد میدید که بچه سرخپوست هم اومده با اینا بازی میکنه، بچه سرخپوست هم میگه آو یه سرخپوست اومد دنگ بزنیمش. اصلا مفهومی نداره که اون داره خودشون هم نژاد داره خودشو داره میکشه تو این بازی، ولی خب براش بازی بود دیگه. ما برامون دوی ماراتون در واقع یه دوئه دیگه، خب میرن یه دو شرکت میکنن، من اشکالی هم نمیبینم، میرن شرکت میکنن. اصلا خیلی از اونا داستانش هم ممکن ندونن اونایی که شرکت میکنن. بله به قول شما خیلی داستانش هم ممکن ندونن. بعد دولت ایران اومد اون یونان دو قسمت بود، آتن و اسپارت. دولت یونان اومد اسپارتی ها رو کمک کرد، بهشون پول داد، تشویقشون کرد، گفت برید آتن بزنید. دولت ایران آتن رو اصلا از صفحه روزگار محو کرد، حکومت آتن از بین رفت، اسپارت همه یونان گرفت. یعنی یه زمانی ما حکومت ها رو عوض میکردیم در دنیا. یک دوستی دارم میگه که وقتی که عیسی متولد شد، سه نفر مجوس، در کتاب های انجیل اینطوری دیگه، سه نفر مجوس، یه نفر گبر، یعنی سه نفر زردشتی ایرانی پاشدن رفتن که گفتن اینجا یه ستاره اومد، اینجا این عیسی به دنیا اومد، این بزرگ میشه فلان میشه. و اون دوست من گفت عیسی رو ایرانی ها خلق کردن اصلا برای که دولت روم رو ضعیف کنن و تا دو سه قرن مسیحا با رومیان می جنگیدن. حتما خوندید که مسیحا رو می داختن جلوی شیرهای گرسنه و از هورا می کشیدن، وقتی تیک پاره می شدن اون رومیان هورا می کشیدن. بعد قرن، بعد از 220 سال امپراتور روم دید اصلا این مذهب بد نیست، این همه که میگه که این ورزا دیگه ورم بزن، هر کارش بکنی جواب بد نمیده، میگه این تقدیره، این فلانه فلان. گفت پس همه مردم مسیحی بشن که بهتر از من، یعنی از امپراتور اطاعت کنن. خب اون زمان ما اونجوری بودیم. حالا این زمان چجوری؟ همین سه هفته پیش آقای جیمی کارتر اومد گفتش که من تصمیم گرفتم که خمینی رو بیارم و شاه رو بردارم، برای که شاه میخواست از اوپک بیاد بیرون و در سال 1979 میخواست دیگه هیچ قراردادی امضا نکنه. ببینید ما ایرانی ها باید بدونیم، ما اقلا بدونیم، حالا اگه خارجی ها هر جور قضاوت ما باید بدونیم. من نمیخوام بگم شاه خوب بود یا بد بود، اصلا کاری به این قضیه ندارم، یه خوبی هایی داشت یه بدی هایی داشت، ولی شاه همش میگفت قیمت نفت رو به تعدادی کالای اساسی مربوط کنیم. یعنی بیاید مثلا قیمت یه مقدار معینی آهن، یه مقدار مس، یه مقدار گندم، یه مقدار برنج، یه مقدار ذرت، یه مقدار مثلا روغن، یه مقدار چیزای دیگه مختلف رو بگیرید، اینا رو با هم جمع کنید. مثلا اگه مجموع این 20 تا کارا رو جمع کردید، قیمت شد 2500 دلار، قیمت نفت باشه 25 دلار، یک صدم اون. اگر قیمت این 20 تا کالا، 20 تا کالا 6 ماه بعد شد مثلا 3000 دلار، قیمت نفت هم بشه 30 دلار، یک سیوم اون. آقای شاه میگفت آقا شما که کالاهاتون میبرید بالا، ما نفتمون رو باید به همون نسبت ببریم بالا. حرفش این بود. آقا میگه کالاها، نفت به نسبت کالاهای صنعتی قیمتش باید بالا بره. نمیشه شما کالاها رو بالا ببرید، نفت ما همون قیمت بمونه. خب یه عمق مضمونی یعنی ارزون شده دیگه. یعنی اگر اون زمان یه بشکه نفت می‌دادیم مثلا فرض کنیم که 50 کیلو گندم می‌گرفتیم، حالا یه بشکه نفت می‌دیم 40 کیلو گندم می‌گیریم. یعنی نفت ما ارزون شده. و به این ترتیب آخه خب شاه، یعنی منظورم شاهی، هر کشوری هر حکومتی میتونه در مورد نفت خودش تصمیم بگیره. این دلیل نمیشه که کسی بیاد اینو توطئه کنه، اونو برداره یک دیگر بذاره. چرا ما باید اینقدر ضعیف باشیم که آقای جیمی کارتر
بیا چهار مار ورداره خمینی رو به جاش بذاره. البته جیمی کارتر میگه خمینی به ما کلک داد. من قبلا هم مدارکی رو دیدم که جیمی کارتر 150 میلیون دلار به آقای خمینی کمک کرده. ببینید اون تظاهرات که در تهران گذاشته میشد، البته اون موقع همینطور ما نگاه کردیم ببینیم تظاهراته. بعدا من فکر کردم، مطالعه کردم، یه دفعه حساب کتاب کردم. ببینید وقتی مثلا فرض کنه که این همه آدم رو میرفتن از این همه شهر و روستا و اینا با اتوبوس و مینیبوس و اینا جمع میکردن میبردن مثلا فرض کنیم که قیطریه مثلا ول میکردن، گفتن برید میدون آزادی، میدون شهریار بود و موقع اسمش. خب اینا پول میخواستن، غذا میخواستن، تو را آب میخواستن، هزار جور غلام، بلنگو، وسیله و وسط را همه سیم، همه تیرهای چرخبر بهش بلنگو وصله. یه نفر صحبت میکنه تو میدون آزادی صداش تا 10 کیلومتر اونورتر از بلنگوها پخش میشه و اینا همه میان دوباره اونجا جمع میشن، دوباره همون اتوبوسا مینیبوسا میان دوباره اینا رو همه جمع میکنن میبرن همون شهرها و روستاها میذارن. اینا همه من حساب کردم هر تظاهراتی 800 هزار دلار خرجش میشد. پول اینا کجا میومد؟ پولای دلارای آقای کارتر بود. دلارای آقای کارتر رو میفرستاد آقای خمینی به ایران. آقای خمینی این دلارا رو با کیف سامسونیت دیپلمات ها میفرستاد. چون مسئله کارتر که نبود که، همه با هم تصمیم گرفتن که چه بره دیگه. همه، یعنی همه که با هم، یعنی مسکو و لندن و نمیدونم واشنگتن و برلین و همه همه و همه تصمیم گرفتن. حتی کشورهای اطراف، کشورهای اطراف مثل مثلا لیبی و امثال اون، اینا چشم ندید پیشرفت های ایران داشتن، میخواستن از بین بره. پس بنابراین همه با هم دست به یکی کردن و این دلارا میومد تو کیف دست یاران آقای خمینی. یاران خمینی میخواستن این دلارا رو خرج کنن، نمیتونستن به راننده اتوبوس که میره اینا رو برمیداره این بره بگن آقا بیا این 50 دلار بگیر، که به قول معروف ضایع بود. بعد این دلارا رو میرفتن به تومن تبدیل میکردن، میرفتن تو خیابان فردوسی. تو خیابان فردوسی دلار یا بانک مرکزی میفروخت یا صرافا میفروختن. اینا میرفتن هم از بانک مرکزی هم از صرافا ارزونتر میفروختن. مثلا اگه بانک میفروخت 70 ریال، مثلا صرافا میفروختن 69 ریال، اینا میفروختن 68 ریال. در نتیجه این دلارا تونتون تبدیل میشد به تومن. تومن ها رو میبردن خرج میکردن. یکی از اینا رو من حالا اسمش هم یادم رفت، ساواک رفته بود خونش گرفته بود این آقای پرویز ثابتی، تو اون کتاب در دامگه حادثه نوشته بود، نوشته بود که رفتیم اونجا نمیدونم علامه نوری نمیدونم که علامه نمیدونم چی طرف های شهباز اونجا خونش بود، گفت رفتیم خونش، رفتیم خونش گشتیم، یه مقدار دلار توشه، یه مقدار تومن توشه، یه مقدار گذرنامه فلسطینی توشه و یه مقدار از این دلارها رو ریخته تو حساب خودش و حساب دامادش. یعنی آخون اخلاقش اینه دیگه، پولی که بهش بدی یه مقدارش میره تو جیبش. به این شکل بود دیگه. این همه دست به دست هم دادن، حکومت ما رو برداشتن. ببینید من سوالم اینه، من سوالم این نیست که شاه خوب بود یا بد بود، من سوالم اینه که چه حقی داره، چرا ما اینقدر ضعیف باشیم که یک حکومتی بیاد حاکم ما رو برداره یه حاکم دیگه بذاره. خب آقای مینوی ببخشید، ببینم که شما گاهی نگاه به ساعت میکنید، این دوست ما آقای لطیف زمانی که وکیل هستن از انگلستان، اونجا الان با خیلی دیر وقت باشه، تماس گرفتن نوشتن که من خیلی مایلم برنامه های شما رو ببینم، اینفورمیشن بگیرم، ولی لطف کنید اطلاعات و اینفورمیشن صحیح بدین. بعد نوشتن که کینگدم پادشاهی ایران was a dictator, he didn't have a popularity. میگه که اون دوره کوروش و هخامنش و اینها یا پادشاهی هرچی بود دیکتاتورشیپ بود و پاپولاریتی یعنی رأی مردم و مردمی نبوده. ضمناً شما توی صحبتاتون راجع به زمانی که خودتونم دبیر بودین و مدیر مدرسه بودین صحبت کردین و گفتید که آخوندی بود و اینها. حالا یه سوال پیش میاد، مثلا یه فردی مثل آقای شجاع‌الدین شفا که ما یه دفعه دیدیم از کلینی تا خمینی رو برای ما تو 600 صفحه نوشت یا نوشته های دیگه و اینها، چجوری بود که اینا در زمان شاه همه امول و عقب افتاده بودن،
یه دفعه آخوند که اومد اینا همه پروفسور شدن. اینم واقعا یه یعنی آخوندها میتونن اینو به عنوان معجزه خودشون اعلام کنن که ما یه سری افراد مؤمن رو ما که اومدیم اینا دین رو ول کردن و دانشمند شدن. درباره اون کوروش و اینا من با این آقای لطیف زمانی هم عقیده هستم. اگه اونجوری بود که شما گفتید ما باید برگردیم به اون زمان صلح و دوستی با وجودی که امپراتور هستیم ولی با هیچ کس مخالفت نباشیم، بعد خودتون شما گفتید 30 مرتبه به یونان حمله کردن و اونا هم هر دفعه حمله کردن، بعد آخرش اینجوری شد که ماراتون هم از اونجا تا اونجا دوید و این شد. ببینید داستانها خب خوبه، آدم هم افتخار میکنه، ولی نمیخونن، با حقیقت یه جورایی دورن. من میدونم که شما برنامه بعدیتون هم چیز هست، به همین خاطر با شما قرار گذاشتیم که از هفته آینده یه ربع زودتر شروع کنیم، ولی تا هر وقتی که وقت دارید جواب این دوستمون رو بدید. این اطلاعات رو به نظرتون میاد که از کجا میشه اطلاعات دقیق تری درباره تاریخ به دست آورد؟ چون هر جنگی اون که برنده شده تاریخ رو اونجوری که دوست داشته نوشته. بفرمایید. بله، یه زمانی جشنهایی گذاشتن در ایران، سران کشورها رو دعوت کردن. آقای هایله سلاسی امپراتور اتیوپی که اون موقع حبشه نامیده میشود یا اتیوپی نامیده میشود اومد و این سخنان اول جلسه بود. گفت تاریخ رو غربی ها نوشتن، اگه تاریخ رو شرقی ها مینوشتن یه جور دیگه مینوشتن، و راست هم میگفت. البته ببینید جناب سعودی عزیز، مثل اینکه ما بگیم که مثلا فرض کنیم که ملک سلجوقی مسواک نمیزده دندوناش، خمیر دندون استفاده نمیکرده. خب موقع خمیر دندون نبود، اون زمان همه دنیا دیکتاتورشی بود. شما اون زمان فکر می‌کنید مثلا در انگلستان مثلا به قول شما پاپولاری بود، یعنی مردم رأی می‌دادن. اون زمان انگلستان آدما همدیگه رو می‌خوردن. آقای ناپلئون بناپارت یه نامه نوشته به آقای فضلی شاه قاجار، نوشته آقای فضلی شاه قاجار می‌خواسته با فضلی شاه قاجار متحد بشه بر علیه روسیه. فکر کنه فضلی شاه قاجار هم مثلا آقا محمد خان قاجار یا مثلا نادرشاه افشار یا کریم خان زنده، نمی‌دونسته که این آدم بی بخاریه. به این نامه نوشته، بله نوشته که اون زمانی که کوروش هخامنشی به مردم جهان درس حکومتداری رو یاد میداد، سران اجداد ما زندگی پسمانده حیوانی داشتن. علکی که نمیگه، واقعا زندگی پسمانده حیوانی داشتن، آدم خور بودن. خب اون زمان 2500 سال پیش در اروپا یک کشور بود به نام روم، بقیه کشور نبودن، همینطور به جان همدیگه میافتادن. حالا شما میگید کوروش دیکتاتورشی بود، آخه کی دیکتاتورشی نبود؟ خب این سیستم های امروزی امروزه اومده، اون زمان که نبوده که. و گذشته از اون، آقای شاه ایران دیکتاتور بود، شاه ایران اصلا آدم خور بود. به آقای جیمی کارتر چه ارتباط داشت بیاد چای ایران عوض کنه؟ خب این میشه ضعیف بودیم آقای مینوی، این میشه همین ارتباطی که الان بعضی از دوستان مخصوصا سلطنت طلبا دنبال این هستن که به ترامپ میگن بیا حکومت ایران رو بریز. خب وقت بعد نفر بعدی هم میاد میگه ترامپ چه کاره بود که اینو ریخ. ضمن شما این مثالی که زدید خیلی خوبه، ولی من فکر نمیکنم هیچ انگلیسی بیاد بگه که ما برگردیم به زمان وایکینگ ها که آدم ها رو اینجوری میکشتن، نمیدونم رو سرشون شاخ میذاشتن فلان. به خاطر همینه که اونا از اون دور زمان آمدند رسیدن به الان، امروز هم با افتخار ممکنه از اجدادشون یاد کنن، ولی هیچ کدامشون نمیگن بیایم اون دوران رو دوباره بیاریم. یا مثال مسواک که شما زدید، من فکر میکنم نه من نه شما به بچه‌مون یا نوه‌مون میگیم بیا مثل زمان گفتید سلطان سلجوقی کی مثل اون دندونتو تمیز کن. اون بفرمایید به اصطلاح یه طنزی هم هست. ما توی سوئد بودیم، همه من 6 سال سوئد زندگی کردم دیگه. میدون وایکینگ، تیم ورزشی وایکینگ، کارخونه وایکینگ، نمیدونم فلان. من از اون معلم زبانشون اول از اون زبان گفتیم آقای البته میدونید وایکینگ کیه، خواستیم سوال کنم گفتن این وایکینگ ها کی بودن؟ گفت ما وایکینگ ها اجداد ما سوئدی ها بودن، اسکاندیناوی ها کلا. گفتم اینا کارشون چی بود؟ گفت اینا کارشون بود که میرفتن غارت میکردن و میکشتن. گفتم پس چرا شما اسم میدونا رو به اسم اونا گذاشتید؟ اینقدر افتخار میکنه بهشون. گفت ببین اون زمان
دنیا بر اساس غارت میچرخه. ما افتخار میکنیم که بهترین غارتگرا بودیم. این زمان دنیا بر اساس دموکراسی میچرخه. ما افتخار میکنیم که بهترین دموکراسی زمان هستیم. یعنی به اون اجدادشون افتخار میکنن، گفتن در اون زمان که غارت رسم و روزگار بود، اینا بهترین غارتگرا بودن. خب به هر حال من امیدوارم که دفعه بعد یه رب زودتر شروع میکنیم، یکم بهتر بشه. دوستان عزیز نذارن آخر برنامه مطلبشون رو بگن. یکمی مسطا هم اول، من اول گفتم هر لحظه که من صحبت میکنم من هیچ ناراحت نمیشم که حرف من قطع بشه. هر کی میخواید حرفتون رو بگید، من تا جایی که عقلم برسه جواب میدم. هر چی هم ندونم میگم نمیدونم دیگه، راحت. خب شاید این تقصیر من باشه، چون من همیشه به بینندگان میگم اجازه بدید که کسی که مهمون برنامه هست بیاد 35 دقیقه 40 دقیقه 45 دقیقه حداقل حرفاشو بزنه. بعدن مثل یه جایی که دانشگاه مثلا یکی میاد سخنرانی میکنه، بعدن برای دفعه دیگه حتما اول برنامه میگن که دوستان از همون اول بیان شرکت کنن. من ممنونم از شما، بهترین ها رو براتون آرزو میکنم. اگر بازم صحبتی دارید بفرمایید. نه فقط برای شما و به همه بینندگان و شنوندگان شادی و پیروزی و تندرستی آرزو دارم. به امید دیدارتون هفته آینده ساعت 4:45 به وقت نیویورک. مرسی. خیلی ممنون. دوستان عزیز، با آقای مینویی بودیم از تگزاس. ایشون برنامه‌های مختلفی دارن در تلویزیون‌های مختلف و میتونید با شماره تلفنی هم که اینجا نوشته بودم 281-835-3063 با خودشون مستقیما تماس بگیرید، پیام بذارید. آقای لطیف زمانی، من این نوشته‌های شما رو بعداً با آقای مینویی میفرستم که هفته آینده، دوشنبه آینده بیشتر در این موارد صحبت کنن. روز و روزگار بر شما دوستان خوش. تلویزیون مردم و برنامه ها رو به دیگران هم معرفی کنید. خیلی ممنون که با ما بودید.